سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم از استودیوی تفسیر خبر ایران فردا واشنگتن با شما هستم در ساعت 1 بعد از ظهر آفتابی واشنگتن، اما بسیار سرد. در این برنامه چون جمعه شبهای پیشین و شمارهای پیشین تفسیر خبر میپردازیم به آنچه که در عرصه داخلی ایران میگذرد و نیز عرصه منطقه‌ای و بین المللی، آنچه را که مربوط به ایران و مردم ایران میشود. در عرصه داخلی پیامدهای قتل آموزگار بروجردی دبیر فیزیک در بروجرد و اعلام دعوت از معلمان برای برگزاری مراسمی در همین زمینه و همین رابطه، تجمع معلمان، فراخوانی معلمان ایران، خزیدن بسیجی ها در کنار پاسداران انقلاب اسلامی به سفره مردم ایران. بسیجی ها وارد عرصه اقدامات اقتصادی می شوند به رهبری سردار نقدی. مذاکرات اتمی و آنچه که آیت الله خامنه‌ای در این زمینه گفته است و مذاکرات اوپک در وین به کجا انجامید، چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران و مردم ایران خواهد داشت و زمینه های دیگر مربوط به موضوعات داخلی مربوط به ایران که امیدواریم وقت برنامه کفاف بدهد. با من و شما هستند چون جمعه شبهای پیشین در لندن استودیوی ایران فردا آقای علیرضا نوریزاده و در واشنگتن آقای محسن سازگار. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای نوریزاده عزیز سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارا در هوای آفتابی واشنگتن با سلام به شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرام. آقای نوریزاده، پیش از هر چیز به بروجرد بریم، قتل معلم فیزیک در بروجرد و فراخوانی معلمان برای تجمع. معلمان ایرانی گفتن نداره، بینندگان بهتر میدونن چه نقشی داشتن در تاریخ ایران و چه محرومیت‌های فزاینده‌ای در پس از انقلاب. ارزیابی شما را در این زمینه میشنویم و اعتراضاتی که در داخل ایران هست در مورد وضعیت معلمان که در زندان هم هستند، رسول بوداغی و بسیاری از اونها. جناب چالنگی، اولا من به یاد میارم خیلی کوچک بودیم، من و شما آقای سازگارم کوچکتر، داستان قتل دکتر خانعلی در برابر کلانتری بهارستان و اتفاقاتی که بعدش افتاد منجر به سقوط کابینه شد، آقای شریف امامی استیضاح شد، بعد داستانایی که بعدش اومد و دکتر امینی و بعد آقای درخشش در مقام وزیر فرهنگ قرار گرفت، اینا همه به یاد ما هست. یعنی معلمان ما یک محوری بودن از جریانات بعد از جنگ جهانی دوم، ملی شدن نفت و همینطور ادامه یافتن. جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که کرد قلع و قمع معلم ها از ابتدا بود، یعنی اومد صاحبان تمام نهله های فکری منهای اسلام ناب انقلابی محمدی رو پاکسازی کرد، خیلی هاشون رو درساشون رو ازشون گرفت. معلم تاریخ
وادارش کرده معلم ورزش بشه، به خاطر اینکه گفتن ایشون یه مقدار اندیشه ملی داره و از این قبیل کارا خیلی کردن. با این همه معلم هم مثل دانشجوه، همونجور که دانشجو وقتی وارد دانشگاه میشه اون فضا به مرور جذبش میکنه و از اون حالت، حالا اگه حزب اللهی باشه، اگر نمیدونم ذوب شده در ولایت باشه، به مرور بیرون میان، 1000 تا بسیجی میرن ولی 900 تاشون تغییر عقیده میدن. اینه که معلم هم همینطور بودن. ممکنه در دانشسرا دارالمعلمین، در دانشگاه آدمایی رو تربیت بکنن با یه ویژگی های خاص برای اینکه بتونن شستشوی مغزی بدن به بچه ها و اونا رو مطابق میل اینا بار بیارن. اما 35 سال بعد از انقلاب نشون داده که معلم های ما به وظیفهشون خوب عمل کردن و اون چند تا آدمی هم که مأمور و مزدور بوده در بینشون نتونستن کاری بکنن. اون ناظمی که به بچه های کوچک تجاوز میکنه و در دادگاه میگن این بچه ها خودشون دلشون میخواست، اینا از تربیت شدگان همین مکتب اسلام ناب انقلابی محمدی هست. آنچه در بروجرد اتفاق افتاد به گمان من تلنگری بود که این باستاب رو باید داشت و باید بیشتر از این هم باشه. و اینکه من شنیدم معلم ها در ساعت درسی تصمیم گرفتن در سراسر ایران، میگم روز یک شنبه، دقیقه سکوت بکنن برای همکار و رفیق و یار به قتل رسیده شون، این به نظر من خیلی نمادین و قشنگه. و همینطور تجمعات اعتراض آمیزشون. رژیم در برابر معلمان نمیتونه کاری بکنه، البته اون گلوشون در دستش، حقوق و مزایاشونه، ولی به نظر من معلمان ما نقش بسیار موثری دارن و این نقش هم به خوبی ازش آگاهن و امروز شاهد ظهور و عرضه این نقش در این حالت اعتراض بزرگ هستیم. آقای استاذگار، من از اینکه در آغاز برنامه به این خبر میپردازیم، برای اینکه همه ما میدونیم بسیار مهمه معلمان در عرصه جامعه و در حال حاضر گروهی از معلمان هم در زندان هستن یا بازداشتهایی بودن، آزاد شدن. رسول بوداغی همچنان در زندان هست و فشارهایی که بر خانواده های معلمان هست، تفسیر شما رو میشنویم. این اتفاق در همه جا میفته، درسته بسیاری از اتفاقات که در ایران میفته در جای دیگه نمیفته، اما قتلی در مدرسه چه معلم چه دانش آموز همینجا میفته، اما در ایران وضعیت فرق میکنه و زمینه ایست برای ابراز نارضایتی های گسترده تر. برای اینکه آقای چالنگی، مردم ما اولا الان ناامنی بیداد میکنه، یعنی شما یک دونه تلفن موبایل هم اگه تو خیابون دستتون باشه حرف بزنید امنیت ندارید، چون ممکنه یک کسی با یک دشنه با سوار بر موتور بزنه دست شما رو مجروح کنه یا قطع کنه، موبایلتون رو بگیرید. روز روشن خانوم ها امنیت ندارن، ممکنه سوار یه ماشین شخصی مسافرکش بشن آزارشون بدن. یا معلم در مدرسه امنیت نداره. به هر حال حکومتی که اینطور مدعی است که همه رو میتونه بشناسه، بگیره، دستگیر بکنه، امنیت عمومی و اجتماعی مردم واقعا در خطره. نکته دوم این است که تجربه نشون داده اونجاهایی که پای حضراتی که به حکومت متصلند بسیجی هستند، تو این محفلها و دخمه های سپاهی ها هستند، ظاهرا مسئولیت آهنین دارن. آنچنان که الان بیشترین چیزی که مطرح شده نیست که اسید پاشی در اصفهان 30 نفر درگیر بودن که همگی به سپاه وصلن و دستور دادن نه دادستانی، نه نیروی انتظامی، نه وزارت کشور دیگه هیچ کاری نداشته باشه. اطلاعات سپاه و قوه قضاییه فقط مسئولن. بنابراین حضراتی که تو این کار بودن خدا میدونه چجوری فراریشون بدن و غیره. الان در مورد این دانش آموزی هم که معلم فیزیک آقای خشخاشی رو به ضرب چاقو به قتل رسونده، همین شایعات هم مطرحه و دستگیر نشده، به هر حال فرار کرده. و معلمین به حق در بروجرد بلافاصله معلمین و مردم چند هزار نفر تظاهرات کردند
و فردا شنبه دعوت کردند که معلمین به مناسبت هفتم این معلم در سراسر کشور لباس سیاه بپوشن به مدرسه برن و ساعت دوم هم سر کلاس درس ندند و راجع به همین عدم امنیت مسئله معلمین و غیره صحبت بکنن. تاکتیک بسیار خوبی که شاید امثال آدام میچنیک مغز متفکر جنبش همبستگی لهستان هم در اعتصابات کارگری همین تاکتیک رو به کار گرفتن. اعتصابات در جا وقتی که خطر بالاست و در عین حضور در کار خودداری از کار. به هر صورت آقای چالنگی، رژیم از معلمین خیلی هم میترسه، برای اینکه معلمین در سراسر کشور وقتی متحد و یک پارچه دست به کاری بزنن با توجه به دانش آموزان و خانواده هاشون و غیره در واقع تمام کشور درگیر میشه و این وحشت بزرگی است که دارن بارها هم به زبان آوردن این وحشت رو. در خبران بود که تیه چون به این نوع مبارزات شرکت نهای سازگاره همین دو سه روز پیش، این دو روز اخیر رو در یونان اعتصابات سراسری این کشور رو عملا فلج کرده بود و اعتصابات هم از اونجا آغاز شد که دو روزنامه‌نگار مورد ضرب و شتم شبه ماموران دولتی قرار گرفته بودند و تمام یونان اولا در اعتصاب فرو رفته بود. به عنوان خبر من برای بینندگان عزیز گفتم. آقای نوریزاده، ببینید فرماندهان سپاه پاسداران، بگذاریم از اینکه در بدنه سپاه چه بود و چه نبود، اینا فرمانده ها رو ببینید تقریبا بدون استثنا اینا چه گلی به سر این مملکت زدن که به سر ایران، مردم ایران زدن که هر کدوم میلیاردها میلیارد ثروت دارن که الان آقای نقدی و بسیج هم خودشون رو آماده کردن که وارد عرصه اقتصادی بشن، یعنی یدکی سپاه پاسداران. ببینید آقای چالنگی، اولا یه توضیح راجع بسیج بدم. آقای خامنه‌ای بعد از سال 88 بسیج رو جانشین سپاه کرد، یعنی هر روز تقویت بسیج جز کار ایشون قرار گرفت. من داشتم بررسی میکردم این ستاد اجرایی فرمان امام، سپاه دست بالایی توش داشت، این دست رو کوتاه کردن، یا در خیلی از بنیادها مثل شهید و غیره. آقای خامنه ای الان داره تکیه میکنه روی بسیج و روی اصحاب اهل حق عراق، و بنابراین بسیج الان باید تقویت بشه، باید همون جایگاهی که سپاه داشت در دوران احمدی نژاد بسیج پیدا کنه. برای این کار باید دست بالای مالی داشته باشه، اقتصادی داشته باشه، همونطور که سپاه با مهندسی مرکز مهندسی خاتم الانبیا صاحب هزار و بیشتر از 2000 شرکت و مؤسسه و تشکیلات شد، بسیج رو هم این کارو دارن میکنن. بسیاری از معاملات الان به بسیج واگذار شده. تو حرفای آقای علی مطهری اخیرا یه تأمل کوتاهی بکنیم این رو میبینیم، و بسیج در همه جا دستش رو باز گذاشتن و همه جا تعرض و تطاول به زندگی، به وضع اوضاع مالی مردم، همه جور، یعنی بسیج الان شده نور چشم و بنابراین باید بهش امکانات داده بشه. اما اینکه فرمودید چه تاجی به سر مردم زدن، ببینید اون آدمهای جانباز فداکاری که در دوران جنگ 8 ساله از جان مایه گذاشتن، خیلی هاشون رفتن، خیلی هاشون شهید شدن، خیلی ها شیمیایی شدن، هنوزم در رنج و عذاب و دردن. بعضی هاشون مثل سردار کاظمی خود اینا به هوا فرستادن، یا باکری، باقری، اینا که به هر حال اسماشون باقی مونده، اینا آدم حسابیا بودن. از باقی مانده ها هم کسانی بودن که خودشون رو آلوده نکردن و کنار کشیدن یا در سایه هستن. اما اینایی که موندن و چارچنگولی چسبیدن به قدرت، و بعضی هاشون رو شما میبینی که آثار پیری و سالخوردگی به گونه عجیبی در چهره هاشون هویداست، ولی اینجور تمکارانه چسبیدن به مال دنیا، طبیعتا ملت ایران بدهی به اینا نداره، بلکه اینا سر تا پا به ملت ایران بدهکارن. اما وقتی ببینید فساد یه بیماری مصری شد در یک نظام، دستگاه نظامیش هم فاسد میشه. الان در عراق میبینید پارلمان یک گروه تحقیق رو گذاشته درباره فساد در درون ارتش
و نیروهای امنیتی دارن تحقیق میکنن، چون آقای مالکی همین کاری که جمهوری اسلامی کرد اونا هم میکنن و یک عده آدم فاسد رو گشودن در رأس ارتش که موقع عملیات داعش در موسل 14500 نفر مثل برف آب شدن. الان در ایران هم همین حالت، خدا نکنه ما با یک بحران نظامی روبرو بشیم، یک درگیری داشته باشیم، مطمئن باشید همه این سرداران رستم سولت سوراخ موش رو به 1,000,000 میخرن و گم میشن. خب درسته، من اشاره من به پاسداران دقیقا به همین فرماندهانی است که در صدر کار هستن، امثال آقای قالیباف، آقای رحیم صفوی، آقای محسن رضایی و آقای این بابا یکیشون هست تازگی باشگاه فوتبال اسپانیا رو خرید، آقای حسین مثل پناهی هست همچین چیزی، نه حسین پناهی شهر و بقیه شون کسانی هم که در راه وطن یا عقایدشون رفتن کشته شدن، احترامشون به جای خود حتما محفوظ از بدنه سپاه که ما میدونیم به چه وضعی افتادن سربازان سپاه یا آدم های عادی، اونم میدونیم. اما مسئول همه این مصیبت هایی که بر سر جانبازان اومده و شهدای جنگ و همه اینها در کنارشون هستن، کسانی که ارتش بسیار کارآمد ایران رو از کار انداختن. بله بله درسته، باید یقه اونا رو گرفت، وگرنه ارتش ایران ارتش قوی بود، هیچ نیازی نداشت به کفاش خراسانی که پاش بیاد به پیشونیش چیزی ببنده بره در جنگ و بدون تجربه در جلو گلوله های عراقی ارتش منظم عراق خب شهید بشه، کشته بشه. مسئول اینا آقای قرضی بود که لشکر 92 زرهی خوزستان رو، مهمترین لشکر زرهی خاورمیانه رو تقریبا حدود یک ماه قبل از جنگ از منطقه منتقل کرد و متلاشی کرد آقای قرضی. بنده روز دوم جنگ در اهواز بودم، هواپیماهای عراقی بالای شهر میگشتن و رادیوی اهواز که زیر نظر استاندار آقای قرضی بود، آقای نوری‌زاده در اون مامان روان شاد با بهمن جلالی عکاس رفتیم، حاصل اون سفرم کتاب ایشون شد عکاسی، رادیوی اهواز هم داشت قرآن میخوند و هیچ خبری نبود، هواپیمای عراقی هم بالایش. به هر حال بگذاریم از این موضوع، آقای سازگارا تفسیر شما رو میشنم. والا سپاهیات ظاهرا 134,000 نفر هستن حد اکثر و هجومی که به اقتصاد کشور تعداد معدودشون البته آوردن، حاصلش فاجعه شد، یعنی میلیاردها دلار پروژه های کشور رو گرفتن، یکیش رو به سرانجام نرسوندن، حیف و میل کردن. کارخانجات بزرگ مثل تراکتور سازی که شرکت صدرات، کشتی سازی و غیره رو تصاحب کردن و به ورشکستگی کشوندن امثال صدرا رو و در هر معامله حضور پیدا کردن، باندهای مافیایی درست کردن و هنوز هم دو قرط و نیمشون باقیه. دعواشون هم این است که به ما باید پروژه بدین، چرا دست ما رو دارن بعضی و وزرا کوتاه میکنن و امثال هم. حالا این بسیج پیدا شده که خودشون میگن چند میلیونی ما، البته 500,000 600,000 نفرن، ولی شکم گشنه یک عده جدید اومدن که اینا عقاید عجیب و غریب هم دارن. آقای نقدی میخواد مرغ بده مردم تو خونهشون نگه دارن، کندوی عسل بذارن دم آپارتمانشون لابد، و از اون تصوراتی که آقای چالنگی روزگارانی خیلی عقبتر از اینها امثال ماوتستون از این شعارات دادن و حاصلش هم ورشکستگی و بدبختی بود تا بعدن آدمای عاقل پیدا شدن و درستش کردن. حتی در هند هم گاندی با همه عظمتش، اما حرفای اقتصادیش حرفای به درد نخوری بود که چرخ نخریسی ولو سمبولیک دست همه هندیا باشه. بعدا نهرو پیدا شد و نخست وزیر در دوره نخست وزیریش هند رو به راه اقتصاد صنعتی انداخت. حالا امثال آقای نقدی که واقعا اسباب مضحک است حرفای ایشون اکثرا، تشریف آوردن با مجمع عالی بسیج، خدمت آقای خامنه ای هم رفتن، ایشون هم فرمودن دولت، مسئولین دولتی به اینها باید پروژه بده، اقتصاد مقاومتی یعنی تولید داخل، تولید داخل هم بدین دست بسیج، خدا به خیر بکنه. یعنی این سفره‌ای که خالی است و از اون همه چیز
پر کشیده رفته، مردم گرسنه و فقیرتر شدن، دورنمایی که به شدت در اقتصاد ایران الان مبهم و تاریکه، آقای خامنه ای یک عده دیگر رو میخواد دوباره تحمیل کنه که دست بکنن در سفره خالی تر، و اون هم با این حرف های بی سر و ته. من هم با آقای نوریزاده موافقم. ماجرا این است که آقای خامنه ای از بسیج میخواد مثل حزب کمونیست خودش یک بساتی درست کنه، یا اون جوانان صدام یا غیره همه جا باشن ابزار سرکوبشه. خودشون گزارش میدن 5000 مرکز امنیتی درست کردن، 21000 پایگاه نمیدونم مقاومت چی و در سراسر کشور، فقط کاراییشون هم این است که توی سر و مغز زن و بچه مردم بزنن و دوزیای گرگی بکنن این طرف اون طرف. و واقعا آی چالنگی، آدم از بی تدبیری و به نظر من خبط دماغی آدمی مثل آقای خامنه ای انگشت به دهن میمونه. اشاره کردم به هند، من فقط یه کوتاه بگم که یک مطلبی به تازگی میخوندم که در اون اشاره شده بود به نقش بسیار بسیار مهم و عمده پارسیان هند، ایرانی تبارهای هند در صنعتی شدن هندوستان، رفتن به طرف صنعتی شدن. آقای نوریزاده عزیز، خیلی ها بر این اعتقاد هستند که گروهی یعنی جناحی در حکومت ایران به همین دلیل اقتصادی و مساله و منافع اقتصادی هست که نمیذارن این مذاکرات اتمی به هر حال در جهتی به سود مردم ایران تموم بشه، به مصالحه ای برسن، یعنی از شرایط موجود اقتصادی دارن بهره میبرن، جناحی در پاسداران، در حکومت، در هر جایی که هست و احتمالا هم در رهبران بسیج. جناب شالنگی، بدید اشاره کردن آقای سازگارا به عقاید نقدی، بنده یک اشاره اینجا بکنم. آقای نقدی پدرشون حاجی شمس توی نجف تسبیح میفروخت و زیارتنامه و از این حرفا میخوند. توی وادی السلام، تو قبرستان وادی السلام پشت اونجا خرابه بود، اینا اونجا یک کلبه کومه داشتن زندگی میکرد. یه آقای نقدی اتفاقا تخصص داره، اونجا مرغ و کفتر و کبوتر و اینا تربیت میکردن، یعنی داشتن، لابد کندوی اصل هم داشتن، به هر حال همون بغل که بر فراز اون گلهای ریاحین قبرستان شیره میگرفتن و میمدن اصل میدادن. ولی وقتی نوری داده چهره ایشون با اون شفیه و اون وجنات و اینا یادآور اصل نمیتونه باشه. همون عرض میکنم، میگم اصلی که تو قبرستون به عمل بیاد همین محصولش میشه آقای نقدی. اما بله، حضورتون عرض کنم، ببینید باز ما برمیگردیم به اونجایی که متاسفانه در اقتصاد بیمار و فاسد، در نظام فاسد مافیا ایجاد میشه. این خیلی طبیعی است، مافیایی که حلقه هایی که وصلن به نظام. یک بار من در برنامه شما گفتم، دوستی از اهالی بیزینس یه روز به من حرف خیلی جالبی زد، گفت ببین تشبیه میکنم به نظام رو به یک میز، یه رومیزی روی این میز افتاده، این مافیای اقتصادی پونزای این میزن، یعنی در واقع رهبر به همه اینا امکاناتی داده، اینا هر کدوم برای حفظ اون امکانات خودشون بر بقای رژیم نظر دارن، پونس هایی هن که این سفره رژیم رو، این رومیزی رو نگه داشتن، هر کدوم اینا لغ میشن میان بیرون، رژیم سوستر میشه. خیلی طبیعی است اگر مذاکرات به نتیجه برسه، این یک خیلی منطقی است، ایران با آمریکا دارای روابط دوستانه بشه، ارتباط اقتصادی با غرب آزاد بشه، مهره‌ای که الان برای ما شرکت آقای رستم قاسمی به 130 دلار میخره، ما اینا 13 دلار خودمون از امریکا بخریم، طبیعتاً این پونزا لغ میشن و این به کل نظام لطمه میزن، یعنی نظام با فساد ادامه داره، با فساد زندگی میکنه. پس به هر شکلی شده اینا میخوان جلوی اینو بگیرن. یه عامل دیگه هم دارن که اینا رو تقویت میکنه، چیه؟ کی‌جی‌بی و روسیه. روسیه به هیچ وجه نمیخواد ایران با امریکا رابطه نزدیک داشته باشه. ببینید شما، این همه مذاکرات بود، اثری از آقای لاوروف نبود، درست اون دو روز آخر رسید، اونم نیومد مشکل رو حل بکنه، نه، اومد بر مشکل بیفزاید و با تاییدات نابجا از موضع جمهوری اسلامی
مانع از یک توافق کلی بشه. بنابراین کاملا حرف شما درسته، مافیای سپاه، مافیای امنیت، مافیای آستان قدس، مافیای هر جا بگیرید، اینا نمیخوان این مذاکرات به نتیجه مطلوب برسه، چون میلیاردها درآمدشون رو از دست میدن، بعدم ارباب روسی ناراضی میشه، اون اربابم اینا باید نگه دارن دیگه. الان دیگه برای همه مشخص شده جمهوری اسلامی مستعمره روسی است، این دیگه برای ما روشنه، چون وقتی یک دولتی تمام ارکان امنیتی رژیم در دستش باشه، سپاه در دستش باشه، منابع اسلحه کشور دستش باشه، این دیگه چی میخواد؟ انرژی اتمی هم که دستشه. پس اینا باید هم ارباب روسی رو راضی بکنن، شریک هم دارن و در همون مافیای روس اینا شرکای بزرگی دارن، نفتی که دارن میفروشن از طریق اونا، از طریق مافیای روس در قبرس، کارهای عجیب غریبی داره میشه که حالا بعضی شادم نمیتونه در اینجا بگه، ولی منظورم اینه که بله بسیار ناراحت میشن و مانع از تحقق یک توافق میشن. اما اینم بگم، همطور که آقای خامنه ای فرمودن که ایشون با ادامه مذاکرات موافقن، چون چاره ای ندارید موافقت نکنید، موافقت نکنید، سانکشن های بدتر، مجازات های شدیدتر براتون میذارن، با این اوضاع نفت، نفت ایران هم جلوشون میگیرن، و وقتی باید بشینید خروس قندی میل بفرمایید. و تفسیر شما رو آقای سازگارا درباره گروه هایی که زینف هستن در وضعیت اقتصادی موجود و مانع به نتیجه رسیدن مذاکره؟ والا از قدیم میگفتن دزد پی بازار آشفته میگرده، یعنی این آشفتگی در اقتصاد ایران مطمئنن به نفع یک عده دزد و قاچاقچیست، گروه های مافیایی که از سرشون همه توی سپاه، احتمالاً بخشایی هم از بسیج، از قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و سکس ترافیک رو در دست دارند تا واردات لوازم خانگی و قطعات یدکی و بعدم زد و بندهای عجیب و غریب که خب بعضی مواردش مثل آقای بابک زنجانی به آفتاب افکنده شده، اگرچه پشتیبانایی داره ایشون که فعلا در امان نگهش داشتن، صحبت 8 میلیارد دلار، 9 میلیارد دلار نفت کشوره که فروختن، پولش رو خوردن، و هر روز هم آقای چالنگی یه چیز جدید میاد بیرون. همین دیروز با وزارت صنعت و معدن تجارت گزارشی منتشر شده ازش که نوشته بودن که کاش که این گزارش قبلا در اومده بود که چجوری در واقع در واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه خوراکی مردم دزدی شده، پولا رو گرفتن، 700 میلیون دلار، 600 میلیون دلار و بر نگشته، نه گندمی وارد کشور شده، نه ارشبت پولی برگشته. بنابراین این دزدای آشفته، من چند روز پیش جلسه ای بود، صحبت بود در همین واشنگتن، و با تعجب کسانی که مفسرین و تحلیلگرایی که در جلسه بودن میپرسیدن که چطور آقای خامنه ای حرف آخر رو نمیتونه بزنه. گفتم شما تصور داشته باشید که کشور ما الان فاقد یک نظام حکومتی است دیگه، به معنی یک نظام و یک ساختار حکومتی. کشور تبدیل شده به یه تعدادی باند مافیایی که دستشون برسه گاهی با همدیگه هم تسویه حساب میکنن، اما از زیر خیلی هاشون به هم وصلن، منافع مشترک دارن. کافی شما نگاهی بندازین به سهام این شرکت هایی که مثلا در ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر آقای خامنه ای هستش، میبینید که چجوری از مجرای مثلا بانک پاسارگاد یا پارسیان یا کارآفرین رفتن توی سرمایه گذاری ها، و چجوری اون زیر دستشون با اون شرکت سپاهی، اون روحانی که دستود کیسه مردم کرد و غیره شریکن. این باندای مافیایی که شده ساختار کشور، یه رئیس باندم هست که گردنش از همه کلفتره، اونم آقای خامنه ایه، ولی همه اختیارات هم نداره، ظاهرا طبق قانونشون میتواند تصمیم آخری رو بگیره، ولی در مرحله تصمیم گیری مرد ضعیف و زبونی هم هست ایشون، در نتیجه این بهش فشار میاره عوض میکنه، اون فشار میاره عوض میکنه حرفش رو، و در قصه اتمی این
بهتر از همه دیده شد. اما آقای سازگار، همین مرد ضعیف و زبون به گفته شما که حداقل یه 95 میلیاردی رو بله زیر نگین داره، این چینه شاید مسالهش ایجاب میکنه، مثلا الان اینو بگه به نفع اون حسن علی، فردا اینو بگه به نفع حسین علی، شاید این باشه. ضعیف آقای چالنگی از این جهت که عرضه تصمیم گیری ایشون نداره، به هیئت مذاکره کننده میگه برین جلو، به روحانی میگه دیگه اختیار دست تو، برو. دو تا فشار، همون 95 میلیارد زیر نظرش که منافعشون جای دیگه است بهش میارن، حرفش رو عوض میکنه. آقای خامنه‌ای از براش هم خودش مهمتر از همه چیه، اهل جام زهر خوردن هم نیست، چون ایشون الان دیگه بغل دست خداوند عالم نشسته، انقریب خود خداوند عالم هم میزنه کنار. آقای علم الهدا گفته بود اصلا هر کی شک کنه ایشون معصومه یا دشمنه یا دیوانه است، یعنی ایشون دیگه تالیتل به معصومین الان، و بنابراین اهل اینم نیست که بگه من اشتباه کردم، 18 سال کشور را آوردم در یک پروژه بی سرانجام مثل هسته‌ای و میلیاردها خسارت به کشور زدم، بگه اشتباه کردم ببخشید، این حرفا هم نداره. این آدمی که مثل یک بادکنک باد شده سر یک قطعه تیغ بستنش، این تیغا هر کدوم میخواد بهش فرو بره جهتش رو عوض میکنه، و حاصلش هم این میشه که به قول دیپلمات‌های غربی میگفتن این هیئت ایرانی رو سر میز مذاکره ما میفهمیم که هر روز یه چیز میگه و هر روز هم حرفش عوض میشه و مصلوب الاختیار هم هستن. عوض همه چی هم تو خودشون جاسوس و اطلاعاتی گذاشتن که اینا تو خلوتشون هم هیئت ایرانی شب تو هتل جرأت نمیکنن با هم چهار کلمه حرف دلشون رو بزنن. حاصلش این که مذاکرات هسته‌ای واقعا ضعیف‌تر از اونی که حتی تصور میشد در وین به انتها رسید، هیچ توافقی حاصل نشد. آقای کری صورتش رو با سیلی سرخ کرده، حالا بیاد واشنگتن احتمالا بعد از ژانویه خودش هم توی مایتابه سرخ خواهد کرد کنگره. آقای ظریف و آقای روحانی هم در تهران به نظر من به دروغگویی پرداختن. آقای نوری‌زاده، به لاوروف اشاره کردید، آقای سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان هم همزمان با ساعت آخری روز آخر مذاکرات به وین رفت، مذاکرات با جان کری داشت. بله، نشون دهنده این که خیلی خوب برای بینندگان میگم، تحلیلشون این بود که تأکید بر ملاحظاتی که آمریکا میبایست بر اساس پیمانهاش و در ارتباط با دوستاش داشته باشه. چه اهمیت و وزنه ای داره تعهدات آمریکا و همپیمانانش دوستانش مثل عربستان، چه وزنه ای داره این در مذاکرات اتمی در وین یا دور آینده مذاکره؟ میدونید سعودیا نسبت به سیاست آمریکا خیلی بدبینن، بعد از موضع‌گیری های آمریکا در رابطه با مصر، سست عهدیشون یا سستیشون در سوریه و همینطور عدم فشار بر نوری المالکی در عراق که سنی ها رو به رسمیت بشناسه در قدرت، در درون چرخه قدرت جا و مکانشون رو حفظ کنه، همه اینا باعث شد خیلی سعودی ها دلگیر بودن تا آقای اوباما شخصا پاشد رفت به عربستان سعودی و اون خم شدنش جلو ملک عبدالله خیلی سعودی ها رو راضی کرد. به هر روی، ولی این دلگیری ها و اختلاف نظر ها بود، موضوع اتمی ایران هم اضافه شد و این اندیشه در منطقه به سرعت گسترش پیدا کرد که آمریکا برای دستیابی به یک تعهد اتمی از جانب ایران داره امتیاز میده، فردا ممکنه سوریه هم بده، فردا در مورد بحرین ممکنه، خیلی نگران بودن و این باعث شد که با دید بدی مذاکرات رو نگاه کنن. بعد هم این که جمهوری اسلامی رفت در عمان نشست گفتگو کرد و عمان یه جوری از اون لحظه ارتباطش رو با شورای همکاری ها بسیار کمرنگ کرد، به طوری که در جلسه اخیر کنفرانس سران که در عربستان برگزار شد اصلا عمان حتی در سطح وزیر خارجه شرکت نکرد که آشتی با قطر صورت گرفت. به هر روی سعود الفیصل یک سفری به روسیه داشت با وزیر نفت که اونجا مسائل مربوط به نفت بود، مربوط به سوریه بود، که بعد از اون روسا یه مقدار موضعشون رو در مورد سوریه
حداقل در ظاهر تغییر داده و مسئله ایران اومد به وین و این دیدار که به درخواست آمریکایی صورت گرفت بیشتر برای این بود که جان کری اطمینان بده به سعودی ها که حالا یک پارتنر مؤثر در جنگ علیه داعش هم هستند که مذاکرات با ایران و تفاهم با ایران به هیچ وجه به منزله باج دادن و پذیرش باجخواهی های جمهوری اسلامی نیست و آمریکا به تعهداتش نسبت به متحدان استراتژیکش در خلیج فارس پایبنده و این رو تاکید کرد جان کری به طوری که از مطالبی که در رسانه های سعودی عنوان شده بود و سرمقاله ها به خصوص که بعضن به اشاره است در اونجا تاکید شده بود که آمریکایی‌ها اطمینان خاطر دادن محال یک پیمان ناقص یا تماماً به نفع جمهوری اسلامی امضا بشه، بلکه آمریکا مصر بر مواضعش و بنابراین خب سعود الفیصل با یه اطمینان خاطر به کشورش بازگشت و از اون طرف آمریکا هم به نحوی تعهداتی در برابر اسرائیل داره و نگرانی های مشترک اسرائیل و کشورهای عرب. ببینید اصولا جمهوری اسلامی یک خطر تلقی میشه، یعنی جمهوری اسلامی از روز پیداییش بجز یه مقدار دوران آقای خاتمی که ایران روابط بسیار نزدیکی با سعودی داشت که وارد اصلا روابط استراتژیک شدن، پیمان امنیتی که آقای عبدالله نوری زمینه ساز شد بعدن آقای لاری امضا کرد و امیر نایف امضا کرد که شدیدترین موضع رو علیه جمهوری اسلامی داشت، ولی در دوران احمدی نژاد دوباره جمهوری اسلامی شیطنت ها رو از سر گرفت. بعدم الان ماجرای یمن، الان روزی چندین دسته کشف میشن که اینا از یمن وارد سعودی شدن، آموزش نظامی در ایران دیدن، اومدن در منطقه شرقی آشوب ایجاد کنند و اینا همه نشانه اینه که به هر حال سعودی ها نگرانن. اسرائیل هم نگرانی های خودش رو داره. جبهه خلق برای آزادی فلسطین، گروهی که جورج حبش به وجود آورد و یک گروه سکولار و مارکسیست بود، وقتی آدم خبردار میشه نمایندش به جمهوری اسلامی سفر میکنه، پول بهش میدن و بعد از اون در اسرائیل یکی از طرفدارانش میره با چاقو چند شهروند رو میکشه، اینا برای اسرائیل نگران کننده است. به اضافه خب برنامه اتمی هم که با حرفایی که زده شده از زمان آقای رفسنجانی خودشون که گفتن اگه اسرائیل به ما یه دونه بمب بزنه، 100 تا بمب بزنه، چند میلیون نفر میمیرن، ما یه دونه بزنیم اسرائیل نابوده. خب معلومه این در پس ذهن همشون هست و این خب... چیزی حسابای راجب بمب اتمی هم این نور زده چیزا، یعنی مثلا حسابای همینجوری عادی مثل این مثلا با چرکه حساب میکنن یه بمب ما بزنیم، دو تا اونا بزنن، روزخونی فقط سه بمب از قرار آقای چالنگی آقای خمینی مملکت رو اینجوری گرفت. آقای خمینی حساب کتاب چتکه بود، ما اینقدر درآمد داریم، اینقدر خرج داریم، اینم میذاریم کنار. اینجوری فکر میکرد، نمیدونست مکانیزم اقتصادی چیه، برنامه ریزی چیه، بودجه چیه، از حالیش نبود. پولا رو زیر دوشکش میذاشت در میبینید احمد آقا میگه بده به این ملا حسن و ملا حسین و عاشق فلان. فکر کرد مملکت همینجور، حالا به جای زیر دوشکش بانک مرکزی از پولا میدوند. یادآوری میکنم همین نابغه سردار سازندگی ولایت فقیه آقای رفسنجانی که به قول آیت الله منتظر به تو تلفنی جنگ رو هدایت میکرد و رهبری میکرد. برای سرنوشت ایران هم در این مرحله این است. آقای سازگارا به نظر میرسه در عرصه بین المللی و در مذاکرات و بقیه جاها اونطور که آقای نوریزاده هم اشاره کرد حکومت ایران تکیگاهی یا همراه و همپیمان و یا هرچی که هست مثل روسیه داره و بعد چین از نظر اقتصادی. این تکیگاه تا چه اندازه مطمئن هست؟ البته نشونه هایی هم هست سوریه و روسیه از حکومت بشار اسد تا امروزش داره حمایت میکنه، اما تا کجا میتونه این حمایت ها ادامه پیدا کنه و قابل اعتماد هست این دوستی و همراهی؟ تصور آقای خامنه‌ای دیروز که پریروز که ایشون نه دیروز که ایشون صحبت کرده بود گفته بود که آمریکا بد اخلاق ترینه، انگلیس موذی ترینه، اسرائیل که اصلا از بین باید بره و ایشون ادبیاتش اینگونه است نسبت به کشورهای دنیا.
و فقط ظاهرا روسا خوبن و چین و کره شمالی و عرض شود سوریه و چند تا آدمکش دیگه مثل اینها. تصور آقای خامنه این است که یک جنگ سرد جدید شکل گرفته، یک بلوکی هستند آقایون، و ایشون هم که خودش رو خیلی متفکر سیاسی میدونه حداقل در خاورمیانه نفر اول این بلوک خواهد بود. اما واقعیت بیرونی این است که هم چینی ها کاسب هایی هستند که الان جیب ایران رو دارن خالی میکنن. همین 700 میلیون دلار در ماهی که هفت ماهش تا جولای میشه 5 میلیارد دلار حد اکثر اجازه دادند ایران از نفتی که خودش میفروشه به همین چین و هند و چند و نه کشور مجموعاً اجازه داره بفروشه آزاد برداشت بکنه، چینی ها بابت انتقالش بین 7 تا 10 درصد حق و زحمه برمیدارن. یعنی دزد سر گردن این کارو نمیکنه. یا روس ها الان کشتی شکسته این که دو تا کشتی شکسته رو به هم ببندی با هم میرن زیر آب. روسیه وزیر داراییش خودش گفته بود که ما 40 میلیارد دلار مستقیم از تحریم های بین المللی صدمه میخوریم و غیر مستقیم نزدیک به 130 میلیارد 140 میلیارد دلار داریم از کاهش قیمت نفت صدمه میخوریم. و روسیه شما نفت رو الان از اقتصادش بردارین، 10 میلیون بشکه نفتی که تولید میکنه از اقتصاد روسیه بردارین، اندازه اقتصادش هم اقتصاد کشور هلنده. یعنی روسیه غیر از اسلحه و کیجیبیش الباقی اقتصادش یک جای ورشکسته و عقب افتاده است. اون وقت شما ببینید ایران آقای خامنه ای با اینچنین گشاده دستانه دست روسا رو در کشور باز کردن. آقای صالحی رفته دوباره 8 قرارداد عرض شود نیروگاه هسته‌ای ببنده که همه دنیا دارن جمع میکنن، آقایون تازه میخوان با تکنولوژی عقب افتاده روسا پهنش بکنن و دستشون در ارتش و سپاه و بسیج و امنیت و بگیر و ببند کشور هم بازه. و حاصلش این که این ماجرا آقای چالنگی در سمت دیگه دنیا، دنیا که منتظر ایران نیست، با یه اقتصادی که تو همین اجلاس اوپک دیدیم که 1 میلیون بشکه نفت ایران اصلا هیچی نیست، بازیش هم نمیدن دیگه، راجبش حرف هم نمیزنن. ایرانی که در اقتصاد دنیا کمتر از 0.1% نقش داره، اون وقت اینجوری خودش رو گرفتار کرده، دنیا وایم نمیسته. من فقط این رو هم اضافه کنم، متاسفانه های چالنگی شنیدم با این بی تدبیری که آقای خامنه ای کرد، مذاکرات هسته‌ای به بنبست رسید و به احتمال زیاد در واشنگتن در ماه ژانویه که کنگره جدید بیاد تحریم های جدید اون لایحه کرک منندز تصویب خواهد شد. شنیدم تدبیری که آقایون فکر کردن این است که این چاقوکشایی که دارن در اسرائیل بهشون پول میدن برن زن و بچه مردم رو چاقو بزنن و تقویت کنن، موج تروریسم را بندازن، مخالفین حکومت در داخل و خارج رو باز دست به ترور بزنن و اگه دستشون برسه بمب کثیف هم که میتونه هر تروریستی درست کنن بدن را بندازن. اینم عکس العملی که آقایون به عقلشون رسیده. یعنی مسئله تکیگاه روسیه بود. البته این نکته رو من اضافه کنم که این شما دو کشتی شکسته گفتید، ولی به هر حال روسیه به هیچ وجه وضعیتی که داره قابل قیاس نیست با جمهوری اسلامی و حکومت ایران. روسیه درآمد سالانه توریسم رو داره، به هر حال بخشی از صنایع روسیه بسیار فعال متعدانی در اروپا داره، دستکم در اروپای شرقی داره. روسیه خیلی ها بر این اعتقاد هستن که گام به گام داره به عنوان یک ابرقدرت سیاسی داره از اندام میکنه، در خاورمیانه جاپاهایی پیدا کرده. اینها نه به عنوان امتیازات یا اهمیت برای مردم روسیه تا چه اندازه به سفره مردم روسیه باست، اما قابل قیاس با آنچه که جمهوری اسلامی انجام میده شاید نباشه در عرصه بین المللی. ولی همین حالا همین روسیه تکیگاه حکومت های مثل جمهوری اسلامی نیازمند تکیه دادن به روسیه است در عرصه بین المللی، نه همونطور که خود شما میشه ریکن.
آقای چالنگی، ولی اینا دعای علی گلابی است که این آقای پوتین واسه مردم روسیه میاد، و واقعیت بیرونی این است که همون نیازی که شوروی باعث شد سقوط بکنه، بحث اقتصاد که گورباچف میگفت ما اگر نجنبیم یه اقتصادمون یه کشور جهان سومی میشیم، به شدت بیشتر باقیه. و به قول یکی از روشنفکرهای روس با هم صحبت میکردیم، میگفت اقلا کمونیستا میدوزیدن در حرف و در شعار از پرولتاریا دفاع میکردن، این پوتین رو دارد میدوزدن با گردن کلفتی هم میگن که سرمایداری شده. روسیه وضع اقتصادی شاید چالنگی بسیار بده. آقای سازگارو، من کم کم دارم این شکل در میام، دارم دفاع میکنم از روسیه، بحث من این نیست. وضعیت اقتصادی یک بحث که حتما مرتبط هم است، و وضعیت سیاسی در عرصه بین المللی یک بحث دیگه است، هرچند به هم مرتبط هست. روسیه به هر حال همین الان شد از قدرت های اروپاییه و تا بله. شما این رو آگاهی دارید، ارتش دنیا رو داره بعد از امریکا. بله. من منظور من قیاس با جمهوری اسلامی همینجا شما میدونید بزرگترین انتقادات که متوجه اوباما هست اینه که در برابر آنچه که روسیه در اوکراین و کریمه رو زمینه خودش کرد، آمریکا عملا نتونست یا نخواست یا نشد کاری نکرد. این رو به عنوان یک انتقاد بزرگ از اوباما برش اشاره میکنم. من هدف من از یار پیش از اینکه تعبیر بشه به اینکه من دارم از روسیه دفاع میکنم یا حکومت پوتین، این نیست. من در قیاس با جمهوری اسلامی، از فردا بیننده منو به اون داستان متهم نکنه. آقای نوریزاده، تفسیر شما رو میشنویم در همین زمینه، اگر سخنی هست، ورنه پرسش دیگری. من اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم. در این روزایی که در وقتی مذاکرات تموم شد، در داخل کشور واکنش های مختلفی باش روبرو شدیم، از هیچی روزنامه های طرفدار آقای احمدی نژاد تا تمدید امید روزنامه شرق. من در کل وقتی به مذاکرات نگاه میکنم، این رو توتال فیلیر یا شکست مطلق نمیدونم، چون هر دو طرف نیاز داشتن یه بارقه امیدی اونجا روشن باشه. همین که 700 میلیون دلار به ایران اجازه دادن ماهیانه برداشت بکنه تا زمان بستن قرارداد، نشانه اینه که به هر حال میخواستن ظریف دست خالی نره. از اون طرف تمدید قرارداد موقت تا پایان مذاکرات، اینم دستاوردی بود که امریکایی‌ها داشتن. به معنای دیگه فوردو تعطیل خواهد ماند، تعداد سانترفیوژها افزایش پیدا نمی‌کنه، سانترفیوژهای فعال هر از 4000 تا فراتر نمیرن، شاید هم کمتر، بازرسی ها ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی در همون چارچوب مذاکرات قبلی باقی موندن، ژنو بود که اون پیمان موقت یا قرارداد موقت رو امضا کرده بود. الان هم میگم این مهم این نیست که بگیم توتال فیلیر، شکست مطلق یا بی نتیجگی مطلق، نه. این بیشتر به نظر من بیانی بود که دار و دسته احمدی نژاد را انداختن و بعضی از سپاه و تندروها و رادیکالا تو مجلس و بیرون، برای اینکه اونا همونطور که قبلا هم اشاره کردیم هدفشون اینه مذاکرات با شکست روبرو بشه. اما ما از دیدگاه منطقی و فرا ایدئولوژیک به قضیه نگاه میکنیم، مصلحت ملیمون، مصلحت مردمو خب مصلحت ملی مردم آقای نورزاده این نیستش که راست و حسینی به قول خود آقایون آمد و گفت آقا قضیه اون نه اینه، اگه ما بمب اتم نمیخوایم تامین کنیم، راههایی رو غربم که دنبال این نیست از طرفای مذاکره که آقای بیان قانع کنن جامعه جهانی رو. نه ببینید، اینا که همچیه، اینا که صداقتی در کارشون ندارن. آقای خادم یه مقاله نوشته بود که من اتفاقا مقاله جالبی بودن نگاه من، ایشون یه مقاله شو به انگلیسی، به همین دلیلم خیلی خوب بود، بعد ترجمهش کرده بود، یعنی به دلیلی که به انگلیسی نوشته بود خیلی خوب بود. نه، برای که ایشون انگلیسی مسلط‌تره تا فارسی. در هر حال در اون مقاله ایشون یه اشاره کرده بود که ای کاش در این مذاکرات به جای این همه پیش شرط و غیره اشاره میکردن که آقا این انتخابات آزاد در ایران باشه، اینو بزنیم پیش شرط که اگر چنین چیزی باشه، طبیعتاً اگر در ایران انتخابات آزاد، باز بیونه گیومه، انتخابات آزاد برگزار بشه، طبیعتاً نمایندگان واقعی ملت هرگز به دنبال پروژه اتمی نیستن،
به دنبال بمب ساختن. آقای نوریزاده، من معذرت میخوام حرفتون اینجا قطع میکنم، برای اینکه واقعا در مذاکرات اتمی آمدن و گذاشتن که انتخابات آزاد باید باشه، خب این خب جمهوری اسلامی حرف بلافاصلش اینه آقا، شما دارید در امور داخلی ما دخالت میکنید. من گفتم اما سعیشون بر این آقای نوریزاده که حتی به نقض حقوق بشر در ایران در این مذاکرات اشاره نکنن. خب به همین دلیل هر وقت آقای اومدن یه اشاره ای بکنن در این مذاکرات، باز گزکی دست حضرات داده شده آقای در چالنگی، امور داخلی ما دخالت. بفهم اگر از موضع قدرت صحبت کنن، مگر همین غربی ها وقتی مذاکره با روسیه میکنن با دیگران میکنن چنین پیش شرط هایی نمیذارن در مورد خیلی از مسائل دیگه؟ مگه میرن با مصر صحبت میکنن میگه پیش شرط نمیذاره که آقا اخوانو باید تو بازی شرکت بدی، باید تو انتخابات اینجوری بکنی؟ در مورد ایران چرا نمیتونن این کارو بکنن؟ من میگم حالا بحث ما داریم نه بر... به زمینه نه برای زمینه. مذاکرات مربوط بشه، برای زمینه مذاکرات، مذاکرات برای مذاکرات شده، در حالی که مذاکرات باید رسیدن به یه نتیجه باشه. من منظورم اینه، من از نگاه مردم که میدیدم، مردم امیدوار بودن مذاکرات به نتیجه برسه، دلار بیاد پایین، وضع اقتصادشون تغییر کنه. مذاکرات تموم شد با این حساب که این مذاکرات ادامه پیدا کنه، بلافاصله دلار 40 تومن 30 تومن رفت روش، روی پوند رفت، روی یورو رفت، قیمت ها گرونتر شد، نون بالا رفت. منظورم اینه که متاسفانه، و چه کسی باعث شد؟ آقای ظریف روز جمعه با پیشنهاد انگلیس داشت میرفت ایران، و دیروز دیدم الحیات همین حرف هفته پیش ما رو تایید کرده، آقای صدقیان از تهران که میخواستن بیان. اگه آقای خامنه‌ای مخالفت میکرد در چشم مردم روشن بشه این خامنه‌ای باعث شکست شد، ولی اون خامنه‌ای زرنگتر بود، گفت نمیخواد بیان. منظورم اینه، ببینید یه بازی پیچیده ای اون پشت هست، و متاسفانه مردم ما در این بازی همین جوری دارن هزینه میدن. و این قیمت نفت آقای نوریزاده اشاره کردن، آقای سازگار با وضعیتی که در اوپک پیش اومد، ظاهرا باز دلار قیمتش بالاتر خواهد رفت اونطوری که بله. برای اینکه آقای چالنگی، اولا که مذاکرات در واقع حتی یک قدم به پیش نرفت، چیزی تغییر نکرد، همینطوری هفت ماه دیگه، حالا به قول آقای ادرویس میگفت رئیس کمیته روابط خارج مجلس نمایندگان، که قراره چه اتفاقی هفت ماه دیگه بیفته که الان نیفتاده. نفت برخلاف تصوری که ایران داشت که روسیه به عنوان مهمان در اوپک میاد، به بحث قبلیمونم مربوطه، از این امیدهایی که به این خرس قطبی داره ایران، به سلامتی نماینده روسیه وزیر انرژیش گفت ما یک بشکه هم از تولیدمون کم نمی کنیم، و در نتیجه حتی اگه نفت بشه بشکه 60 دلار، نتیجهش این که بلافاصله نفت 2 دلار دیگه سقوط کرد. الان نفت ایران دورور 65-6 دلار داره در بشکه فروش میده، 35% همینطوری از درآمد کم شده ایران باز کمتر خواهد شد. بنابراین سال آینده به خصوص سال 94 سالی خواهد بود که دولت از اون سالهایی میشه مثل سال 67 که دور آخر دولت‌های موسوی بود، از اون سالهایی میشه که بودجه دولت بیش از 50%ش کسر خواهد اومد، دست میکنه از بانک مرکزی استقراض میکنه، در نتیجه پول باد میکنه، بازم ریال سقوط میکنه، برابریش با ارزهای خارجی به مراتب بدتر از این خواهد شد، و پروژه ها میخوابه، رکود هم در کشور بدتر خواهد شد، نبودن ارز و درآمد ارزی و از کارخانجات رو هم بدتر خواهد کرد. متاسفانه چالنگی بسیار دورنمای وحشتناک و تاریکی هستش که من نمیدونم این آقای خامنه ای اصلا میتونه بخوابه، یا اصلا به این چیزا فکر میکنه ایشون، یا نمیکنه، در فکر این نیست که مثلا 4 تا چاقوکش بفرسته تو زن مردم تو اسرائیل بکشه. سپاسگزاریم آقای سازگارا در واشنگتن، و سپاسگزار هستیم آقای نوریزاده در استودیو ایران فردا لندن. با سپاسی دوباره از هر دو مهمان گرام. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری کوساران تفتان درات، دلاهو و زاگرس، و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش. تا
تندرستیتان پایدار.